خلاصه خسرو و شیرین اثر حکیم نظامی قسمت 35. در قسمت قبل دیدیم که وقتی خسرو فراری شد و در صحراهای ارمن حرکت کرد، خیلی اتفاقی شیرین را دید. دو دل داده همدیگر را شناختند و عشق شوق ریختند و چند کلمه با هم گفتگو کردند. حال بشنوید ادامه ماجرا. به خسرو گفت شیرین که ای خداوند، نه من چون من هزارت بنده در بند. ز تاجت آسمان را بهره‌مندی، زمین را زیر تخت سربلندی. اگرچه در بسیط هفت کشور، جهان خاص جهاندار است یک سر. بدین نزدیکی از بخشیده شاه، وساقی هست ما را بر گذرگاه. اگر تشریف شه ما را نوازد، کمر بندد رهی گردن فرازد. شیرین رسماً از خسرو دعوت کرد که بیاید و میهمان کاخ مهین بانو باشد. ملک گفتا چون میهمان میپذیری، به جان آیم اگر جان میپذیری. سجود آورد شیرین در سپاسش، سناها گفت افزون از قیاسش. دو اسبه پیش بانو کس فرستاد، ز مهمان بردن شاهش خبر داد. مهین بانو چو از کار آگهی یافت، بر اسباب غرض شاهنشهی یافت. به استقبال شد با نزل و اسباب، نثار افشاند بر خورشید و مهتاب. فرود آورد خسرو را به کاخی، که طوبی بود از آن فردوس شاخی. فرستادش به دست عذرخواهان، چنان نزلی که باشد رسم شاهان. پس خسرو از خدا خواسته دعوت شیرین را پذیرفت. مهین بانو هم که کم و بیش خبر داشت این جناب خسرو پرویز نظری بر شیرین دارد، حسابی در میزبانی و پذیرایی سنگ تمام گذاشت و او را در کاخ زیبا ساکن کرد.